درود به همه شما عزیزان، من سارا هستم. خیلی خیلی خوش اومدین به یکی دیگه از صفر تا صدهای این دیزاین. توی نرم افزار این دیزاین ما یک گزینه داریم که شما به راحتی میتونین مثلا یک تکست رو که رنگ یا سایزش یک جور هست، میخواین همین تکست رو روی تکست‌های بعدی هم اعمال بکنین. به جای اینکه شما بیاین تکست بعدی رو انتخاب بکنین و رنگ و سایز و فونت رو طبق تکست اولی انجام بدین، خیلی راحت میتونین از این راهی که میخوام بهتون آموزش بدم این گزینه رو فعال بکنید و فقط کافیه که یک تیکه از اون تکست رو انتخاب بکنید و اون تکست قبلی رو روی این تکست اعمال بکنید، که حالا در ادامه بهتون توضیح میدم، بیشتر توضیح میدم و متوجه میشین، ولی خیلی خیلی کاربرد داره. بریم ببینیم. خب اولین کاری که میکنم اون پنل رو بازش میکنم، میرم تو قسمت ویندو و تو قسمت استایل ها و کاراکتر استایل یه دونه داریم، دوباره میرم توی این قسمت یه دونه پاراگراف استایل داریم، این دوتا. خب حالا من این رو میذارم کنار هم، در صورت که تقریبا مثل هم عمل میکنن، روی کاراکتر استایل کلیک میکنم. مثلا من یک نوشته یک متن در رابطه با کفش اینجا گذاشتم و این قسمت پایینم به عنوان مثال گفتم مثلا عدد 1 خصوصیتش اینه، یا حالا میتونه قیمتش این باشه، و گزینه 2 هم به همین صورت هست. تو این گزینه، تو این قسمت بالا، من تی روی کیبوردو میذارم، تکست رو انتخاب میکنم، اینجا نوشتم show nice، یعنی بهترین کفش یا کفش خوب چه ویژگی داره. خب show nice ما اینجا باید بیشتر جلوه بکنه، خودشو نشون بده، پس فونت باید بزرگتر باشه و رنگ هم تغییر بکنه. فونت رو میام اینجا تغییر بدیم، مثلا روی 36 قرار میدیم. خب خیلی بهتره که کلن حروفش کپ باشه، کپتال باشه، و این قسمت روی آل کپ کلیک میکنیم، کلن آل کپش میکنیم، حروف رو بزرگتر میکنیم و میتونیم هنوز یک مقدار بزرگترش بکنیم. رنگ رو میتونیم تغییر بدیم که تو چشم باشه، مثلا رنگ قرمز رو میذاریم، یه همچین حالتی بهش میدیم. مثلا توی متن یه سری جاها این شو نایس میخوایم بزرگ باشه و رنگش هم همون باشه، یا میتونیم رنگ رو هم تغییر بدیم. میگردیم اون چیزی رو که حالا میخوایم بیشتر خودشو نشون بده پیدا بکنیم. به عنوان مثال این قسمت رو من انتخابش میکنم، نوردیک میوزم. این مثلا نوردیک میوزم، موزه نوردیک. به عنوان مثال این کفش ها توی موزه نوردیک هست. خب اینا همه مثاله و این رو میتونیم انتخاب کنیم، میخوام طبق شو نایس انجام بشه. شو نایس رو روش کلیک میکنم، همین رو میام به یک حالت سیو انجامش میدم که بعد وقتی این رو انتخاب میکنم دقیقا مثل همون باشه. چیکارش میکنیم؟ میام قسمت شو نایس رو انتخاب میکنم، تو قسمت کاراکتر استایلی که اینجا قرار گرفتیم میتونیم هم از این قسمت ستا خط که کشیده نیو کاراکتر استایل رو کلیک بکنیم، این صفحه باز میشه، هم میتونیم بیایم این قسمت پایین که مثبت زده کرییت نیو استایل رو روش کلیک بکنیم، یه دونه اینجا برای ما ایجاد میکنه که اگر شما روی این کاراکتر استایل دابل کلیک بکنیم این صفحه باز میشه، دقیقا همون صفحه‌ای که ما اینجا روش کلیک کردیم. پس من میام این چیزی رو که اینجا من نیو ساختم روش دابل کلیک میکنم، این صفحه کاراکتر استایل آپشن برای ما باز بشه. تو این قسمت جنرال اولی که قرار گرفتیم یه دونه نیم میتونیم بهش بدیم، مثلا میتونین همون شو نایس رو بذارین، یا مثلا من سار اسکیل رو میذارم، خب که مشخص باشه، یه اسم بهش میدیم. سار اسکیل رو اینجا می‌نویسم. تو قسمت جنرال اینجا میتونیم تغییرات رو انجام بدیم. این قسمت نمیشه شورت کات. شما میتونین مثل توی فتوشاپ که ما از اکشن استفاده میکردیم و شورت کات میدادیم و همون شورت کات رو که میزدیم روی بقیه اعمال میشد. حالا ویدیوش رو ساختم، لینکش رو بالا براتون میذارم. میتونیم توی این دیزاین هم چی کاری بکنیم. مثلا شما میخوان Alt و Control و S رو به عنوان مثال شورتکاتش بکنیم. من اگر بیام Control، Alt و S روی کیبورد رو بزنم، ببینید اینجا به من میده. یعنی شما میتونید از شورتکات Control، Alt و S استفاده کنید برای زمانی که مثلا یه قسمتی رو انتخاب میکنید و از این شورتکات استفاده میکنید. بعضی موقعا شما مثلا اینجا میان یه شورتکاتی رو میذارین که داره استفاده میکنید ازش. مثلا مثل Control S، ما Control S میزنیم سیو میکنیم کارمون رو دیگه. اگه مثلا Control S رو بیان اینجا من Control و S رو بزنم، این پایین میام می‌نویسه که به عنوان سیو کردن دارین ازش استفاده میکنین. حالا اینجا نمی‌نویسه و میتونی تغییرش بدی. اگه یه اختار این زیر داد تغییرش بدی. مثلا من کنترل آلت و اس رو اینجا میذارم، من همجور کنترل آلت و اس رو میگیرم، خودش اینجا مثبت رو میده، نیازی نیست خودشون خودتون به علاوه بذارید. میتونید شورت کات استفاده کنید. حالا تو گزینه های بعد بیسیک کاراکتر فرمت، فرمت های کاراکتر رو میتونید اینجا داشته باشید. موقعی روش کلیک میکنم اسممون بالا قرار گرفته. تو این قسمت فونت رو میتونیم تغییر بدیم. مثلا من میام یه فونت انتخاب میکنم
که فونت هم تغییر بکنه. مثلا آر لوتوس رو روش کلیک میکنم، خب فونت هم با متنم متفاوت باشه. تو قسمت فونت استایل میتونی روی رگولار قرار بدین یا روی ایتالیک کج باشه یا روی بولد. روی بولد میذارم که بولد باشه نسبت به بقیه متن ها. تو قسمت سایز، سایزش رو میتونیم تغییر بدیم. مثلا سایزش رو اینجا من زیادترش میکنم، میتونیم روی همون 40 بذاریم باشه. تو این قسمت حالا فاصله بین حالا دوتا خطه که من یه خط دارم، اینجا فاصله بهم نمیده، اینجا آل کپس میتونیم باشیم یا اسمالش کنید یا اوپن تایپش بکنید که من روی همون آل کپس قرارش میدم. این گزینه ها را میتونید استفاده کنین حالا به عنوان تغییری که میخواین بهش بدیم. این گزینه میتونید اگه آندرلاین میخواین زیرش بدین، خط زیرش بدین، استریک تراوت رو بهش بدیم، خب میتونه خط روش کشیده باشه. ببینید خط روی شو کشه، من نمیخوام روش بکشم، از آندرلاین از زیرش، از خطی که زیر باشه میتونید استفاده کنیم. اد لایتنس میتونید استفاده کنید، نو بریک هم میتونید استفاده کنید. هیچ کدوم از اینا رو نمیخوام، فقط آندرلاین رو روش کلیک کردم. و گزینه های بعد ادوانس پیشرفته تر هست برای کاراکتر که چه کاری میتونن انجام بدین. این گزینه ها قسمت هوریزونتال ورتیکال داره، اینا رو حتما خودتون باید تمرین داشته باشین. اینجا میتونین زبونش رو انتخاب بکنین و میدل ایست رو هم. این قسمت رو میخواین بر حسب عربیک باشه، یعنی عددی که اینجا شما میدین، مثلا شما یک طراحی مجله دارین کامل فارسی و عدداتون رو باید فارسی باشه، روی فارسی کلیک میکنین که کلا عددهای اینجا فارسی بشه. ولی من خب چون انگلیسی گذاشتم روی همون عربیک میذارم که نوشته عددام انگلیسی است. این قسمت رنگ رو میتونید تغییر بدین. کاراکتر کالر روی قرمز خودش قرار گرفته، مثلا من بخوام صورتیش کنم یا یه رنگ دیگه مثلا آبی بخوام بزنم، روی آبی کلیک میکنم. و این قسمت ها مثلا شما میتونید حالا تینت، حالت اوپاسیتی رو کم و زیاد بکنین. اینجا باز بستگی به اون تنظیماتی داره که شما میخوان انجام بدین. اینا همه رو دونه دونه خودتون باید تست بکنید. اوپن تایم فیچر اینجا رو معمولا اگر یه سری چیزا بخوایم میتونید دست، مثلا همین این گزینه رو بخوایم کلیک بکنیم، اینا رو معمولا من دست بهشون نمیزم. آندرلاین آپشن هم که کاری با این موضوع این قسمت نداریم. ما یه سری تنظیمات رو از اینجا انجام دادیم و روی جنرال که میریم. این قسمت استایل ستینگ چیه؟ هر کاری که شما اینجا انجام داده باشین توی جنرال میاد بنویسه. فونت رو بنویسه، سایز فونت رو بنویسه، اینجا اسم فونت بود، رنگش چیه، حتی کد رنگی رو می‌نویسه، آندرلاین داره و تمام گزینه‌هایی که استفاده کردین رو مثلا اینجا اومدین روی عربیک گذاشتین، تمام رو اینجا اونا رو میاد اینجا براتون می‌نویسه، یک حالت کپشن داره و اوکی رو میزنم. الان من بیام این قسمت، ببینین هم آندرلاین اینجا، من اینجا رو زوم کنم، هم آندرلاین اینجا رو داره، ولی خب چون فاصله با متنمون زیاد نبود، آندرلاین روی خط افتاد و ما میتونیم فاصله اینجا رو تنظیم بکنیم. برای اینکه فاصله رو تنظیم کنیم میتونیم این قسمت فقط همین خط رو انتخاب کنیم، بیاین توی قسمت کاراکترمون و فاصله اینجا رو زیادش کنیم. ببینید الان درست شد و آندرلاین زیر اون قرار گرفت. حالا من گفته بودم یه سری از جاها رو میخوام بولترش بکنم، مثل شو نایس. تی روی کیبورد رو میزنم. گفته بودم کدوم قسمت رو میخوام؟ نوردیک میوزیم. این رو میخوام این شو نایس بذارم. من انتخابش میکنم، میام اینجا روی سار اسکیل کلیک میکنم. ببینید الان هم رنگش هم سایزش دقیقا مثل اون قسمت شد. یه کنترل زد میزنم، بذارید من یه سری از فونت ها رو اینجا بیام فونتش رو کوچیکتر بکنم، مثلا روی 16 این قسمت رو هم بیام بذارم روی 16 و قسمت این آخری هم روی 16 بذاریم که حالا فونتمون رو زیاد میتونیم شو نایس رو هم تغییر بدیم، فونتش رو کوچیک‌تر کنیم. برای اینکه بخوایم فونتش رو کوچیک‌تر بکنیم و آندرلاین زیرش رو بردارین، انتخابش میکنم، دوباره روی سار اسکیل دابل کلیک میکنم، اینجا میام تغییرش میدم. خب فونتش رو از اینجا میتونیم کوچیک‌تر کنیم. آندرلاین کجا گذاشته بودم براش؟ اینجا برش میدم و اوکی رو میزنم. دوباره میتونیم این قسمت رو انتخاب کنیم و این رو بیاریمش بالاتر قرارش بدیم اینجا. خب حالا من میام چیکار میکنم؟ این قسمت پایینی هم روی 16 برمی بود. حالا میام این قسمت گمش کردم نوردیک میوزم رو انتخاب میکنم، روی سار اسکیل کلیک میکنم، ببینید این شکلی میشه. و شما میتونین همین رو کوچیکترش هم بکنین، همین جوری که انتخاب شده است میتونین از این قسمت بالا کوچیکش کنین که توی یه خط بیاد. ببینید
از اینجا هم میتونین تغییرش بدین. درسته شما انتخابش کردین عین اون انجام شد، ولی میتونین خودتون هم تغییرش بدین. الان کنترل آلت و اس گفتم، شورتکاتش رو براش گذاشتم. خب دوباره من تیر رو انتخاب میکنم، یه قسمت دیگه میخوام مثل همون قسمت شورت نایس بشه، مثلا استریت خیابون رو میخوام اینجا معرفی کنم با عنوان مثال انتخابش میکنم. الان اگه بیام کنترل آلت و اس رو بزنم این صفحه باز میشه. چرا؟ اونجا اون اختار رو به من نداده بود، چون کنترل آلت و اس کلید میانبر سیو ا کپیه، برای همین این رو به من میده به جایی که اون رو روی اعمال بکنه. اگر من بیام یک قسمت رو ادیتش بکنم، مثلا تی روی کیبورد رو بگیرم و این قسمت رو انتخابش بکنم و ادیتش بکنم، مثلا بیام رنگش رو اینجا تغییر بدم روی قرمز بذارم، یه علامت مثبت کنار سارا اسکیل اینجا رو میبینی، یه علامت مثبت تشکیل میشه. چرا؟ چون ادیت رو انجام دادم. اگر روی شو نایس کلیک بکنم، این قسمت رو انتخاب کنم، دیگه اون علامت مثبت کنار سارا اسکیل نیست. اما اگر روی نورویچ کلیک بکنم، میبینی علامت مثبت میاد، یعنی ادیتش کردی. اگر بخواید به حالت اول برش گردونیم، ببینید این رنگش قرمزه، رنگ شو نایس آبیه. رنگ اول که داده بودم رنگ شوناس قرمز بود. اگر من این قسمت رو انتخاب کنم، این قسمت اگر من روی سار اسکیل راست کلیک کنم و ریفاین استایل رو بزنم، همه چی برمیگرده به اول و جفتش این هم میشه، چه از نظر سایز و چه از نظر رنگ. اینجا میبینید تغییر میکنه چون ریفاینش کردم. و اگر من روی نوربی کلیک بکنم، ببینید اون علامت مثبت دیگه کنار سارا اسکیل نیست، چون طبق همون حالا تنظیماتی که اول انجام دادم اینجا انجام شد. خب تا اینجا متوجه شدیم که کاراکتر استایل چه کاری انجام میده و حتی ما میتونیم گروپش هم بکنیم، مثلا یه چند تا مدل دیگه داشته باشیم. مثلا من این قسمت رو انتخاب میکنم، بیا بیام همین قسمت پایین، مثلا من عدد 1-2 اینجا گذاشتم، شماره 1، کفش شماره 1 و کفش شماره 2. کفش شماره 1 رو میام انتخابش میکنم، میخوام یه دونه دیو نیو بسازم، یه دونه از اینجا میام نیو کاراکتر اعمالش میکنم و حتما باید اون تکستتون انتخاب شده باشه. یعنی من قبل این تکستمو انتخاب کردم، اینجا میام مینویسم نیو شوز برای کفش ها. اینجا دیگه شورتکات بهش نمیدم، میام توی این قسمت فونت رو اینجا میام تغییر میدم، مثلا حالا پریویوم هم اینجا فعال باشه که مشخص باشه، حالا اینجا بهم نشون نمیده. و سایزش رو اینجا میتونم تغییر بدیم، اینجا چیزی نمیخوام داشته باشم، میخوام بیام رنگ رو تغییر بدم، رنگ رو مثلا بیام بزنم روی سبز و اوکی رو میزنم. خب اینجا یه دونه نیو شوز داریم و یه دونه سار اسکیل داریم. یعنی الان من این رو انتخاب بکنم و بیام روی نیو شو کلیک بکنم، dont show again رو بزنم، ببینید هم رنگ سبز شد هم فونتش تغییر کرد. البته که من دوباره روش کلیک میکنم، اینجا میخوام یه فونت متفاوت تری بدم، مثلا این فونت متفاوت رو من میذارم. خب به عنوان مثال میبینید عدد ها پایینم تغییر کرده، یه دونه برای نیو شوز من انجامش دادم. حالا اگه بخوام شماره 2 کفش رو هم طبق فونت همون بذارم و نوشتش همون باشه، میام قسمت انتخاب میکنم روی نیو شو کلیک میکنم، ببینید الان این شکلی شد. و الان دوباره من همه اینا رو انتخاب کنم روی نیو شو کلیک کنم، ببینید کلا مدلش فرق میکنه. ما میتونیم گروپشون رو هم بکنیم این دوتا رو، یه دونه نیو شو داریم، شوز داریم، یه دونه سار اسکیل، جفتش رو انتخاب میکنم و گروپ رو میذارم. میتونیم بیایم این دوتا رو بندازیم توی گروپ. الان ببینید یه دونه استایل گروپ 1 داریم، میتونیم مثلا اسمم بهش بدیم، روش که کلیک بکنیم به رنگ آبی رنگ میشه و من مینویسم سار اسکیل گروپ. خب گروپ سار اسکیل یه دونه نیو داریم و یه دونه این یکی میتونیم تغییر بدیم. تا اینجای ویدیو چطور بود؟ اگر دوست داشتین لطفاً همین الان دکمه لایک رو بزنید. عزیزان مبحث تکس یا تایپ یا متن توی نرم افزار ایندیزاین خیلی مهمه، چون همجور که میدونین نرم افزار ایندیزاین به خاطر که متن زیاد داره، به خاطر مجله، روزنامه یا کاتالوگ هر چیزی، خیلی تکسش توش مهمه و خیلی ابزارهای مهمی داره. و من تاکید میکنم که شما هر ویدئویی در رابطه با تکس من میسازم حتما اونا رو تا آخر ببینید، چون من یک توضیح کوتاه در مورد حالا اون متن میدم و آخر ویدیو میام یک حالت پروژه مانندی انجام میدم و ازتون میخوام که تا آخر ویدیو رو ببینید تا کامل متوجه بشید. ادامه ویدیو رو ببینید و تکمیل کنید.
خب یه موضوع دیگه بهتون بگم. مثلا شما میخواین این فونت رو، حالا هر کدوم از این فونت‌ها رو به یه فونت دیگه تغییرش بدین. الان ما سه تا فونت اینجا داریم. میرم تو قسمت تایپ، اینجا نوشته find replace font. شما find یعنی پیداش میکنین فونتتون رو و replace میکنین به یه فونت دیگه. مثلا من این فونت رو انتخاب میکنم. الان اینجا چهار تا فونت با من داده. روی فونت اولی که کلیک بکنم و find first رو بزنم، اولین فونت رو اینجا پیدا میکنم. یعنی this. یا مثلا لوتوس کدوم بود؟ این دوتا بزرگای قرمز لوتوس بود. فایند رو که بزنم پیداش میکنه. اولی رو پیدا میکنه. دوباره فایند نکست رو بزنم دومی رو پیدا میکنه. یا روی سومی کلیک بکنم فایند رو بزنم این یکی رو پیدا میکنه. نکست فایند فایند اسخام کنم تکست بعدی رو پیدا میکنه. مینیسه فایند نکست. روی اولی کلیک میکنم. یا مثلا روی لوتوس کلیک میکنم. من میخوام لوتوس رو تغییر بدم. فایند رو تکست رو روش کلیک میکنم انتخابش میکنه، فقط این رو میخوام تغییر بدم. به چی تغییر بدم؟ به این که البته اینجا نوشته change all change find. میتونیم change رو روش کلیک بکنیم. اینجا نوشته replace with، یعنی فونت رو میخواییم به چی تغییر بدین. به عنوان مثال من میام اینجا یه دونه فونت رو انتخاب میکنم، مثلا یکی از اینا انتخاب بکنم، مثلا روی این پپسی کلیک میکنم. خب بعد من اگه بیام چنج رو کلیک بکنم به پپسی تغییر میکنه. میبینید فونتم به پپسی تغییر کرد. یا چنج آل رو بزنم روش کلیک بکنم، بعدی رو هم به پپسی تغییر داد. اینجا میتونه فونت رو تغییر بدین. تو این قسمت پایینم نوشته مور اینفو. اگر روی مور اینفو کلیک بکنیم اطلاعات اون فونت رو بهمون میده. خب حالا میبندمش. دوباره اگه من بیام حالا یک فونت دیگه انتخابش بکنم، مثلا من بیام یکی از اینا انتخاب کنم، به عنوان مثال این آخری رو انتخاب کنم، find first رو بزنم دوباره انتخابش میکنه. شما میتونی این فونت رو توی فونت های فولدری که حالا توی حالا هر جایی که سیف کردین میتونی پیداش بکنی. اینجا نمیشه revelar in explorer. فونت رو میتونی توی اکسپلوررتون پیدا بکنی. اگر روش من کلیک بکنم ببینید اینجا اسم فونت رو نوشته و اونجایی که من سیوش کردم میتونه برامون پیداش بکنه که دوی درایو سی هست. میبندمش. باز میتونین انتخابش کنیم، مثلا چنج رو بزنیم دوباره بر حسب همون پپسی تغییر میکنه، یا دوباره من میتونم یکی دیگه انتخاب کنم و دوباره چنج آل رو بزنم دوباره بر حسب اون چیزی که حالا من اینجا انتخاب کردم تغییر میکنه. اینجوری هم میتونی فونت ها رو تغییر بدیم. من دان رو بزنم هم فونت دیگه اونجا تغییر دادیم اینجا بهمون میده. خب دیگه بیشتر از این ویدیو خیلی طولانی میشه و خسته کننده میشه. اینا رو تمرین بکن چون در ادامه هنوز با فونت ها کار داریم که چطوری شما میتونید باز فونت ها رو تغییر بدین، رنگ ها رو تغییر بدین، هنوز ادامه داره. پس حتما این ویدیو رو تمرین بکنین که ویدیوهای بعدی دوباره میخوایم ادامه این رو آموزش بدم این قبلی ها رو کامل یاد گرفته باشین.